به نام خدا. دوستان عزیز سلام، من سعید هستم از کانال لالا تک مارکت و با یک ویدیو دیگه در خدمت شما هستم. توی این ویدیو میخوایم این اسپیکر کامپیوتر رو که حالا کمی قدیمی هم هست ولی از کیفیت ساخت خوبی برخورداره بررسی کنیم. اشکالش اینه که یکی از لاین های خروجیش صدا نداره. خب برای اینکه دیگه خیلی ویدیو طولانی نشه، من دستگاه رو باز کردم و باز کردنش هم خیلی کار ساده ایه. 5 تا پیچ از پشت میخورد، فقط برای باز کردنش به پیچ‌گوشتی بلند نیاز بود و بردش آزاد شد. در جلوش هم که در واقع اومد بیرون، این قسمت سابووفرش روی خود در قرار گرفته و این قسمت هایی هم که حالا فلش و رم و اینا میخوره قشنگ با این قسمت جلویی جدا میشه. همونطور که قبلا هم اشاره کردیم، اشکال این دستگاه اینه که یکی از خروجی ها کار نمیکنه. این قسمت سفید کار میکنه، این قسمت قرمز کار نمیکنه. این دوتا ورودی هستن، یعنی ما میتونیم از یک دستگاه دیگه صدا رو وارد این بورد کنیم و به صورت تقویت شده توی خروجی داشته باشیم که توی اسپیکرها شنیده میشه. منبع تغذیه که توی این مدار استفاده شده منبع تغذیه خطی است و همونطور که میبینید اینجا ما یک ترانس کاهنده داریم که بعد از اینکه خروجیش اومده وارد مدار شده، توسط این پل‌های دیودی و این خازن ولتاژ رو تبدیل به یک ولتاژ دی سی صاف کرده که توی مدار ازش استفاده شده. دو تا ولوم اینجا داریم که یکیش برای تنظیم باس مدار هست و یکیش هم برای کم و زیاد کردن خود صدا، که حالا موقعی که این ولوم ها رو میچرخونیم کمی صدا خشخش میکنه. دلیلش کثیفی این ولوم ها هست که باید اینها رو هم شستشو بدیم. طبق بررسی های چشمی متوجه شدیم که یکی از خازن ها باد کرده، که الان میبینید این خازن رو من عوض کردم، یه مقدار از نظر حجمی بزرگتر از این خازن کناریشه ولی ظرفیتشون یکه. یک خازن 330 میکروفاراد 10 ولتی بود که همونطور که میبینید در واقع باد کرده بود. خب این خازن رو عوض کردیم. حالا این خازن دقیقا کجا قرار گرفته بود؟ توی مسیر خروجی آیسی در واقع تقویت کننده که باعث شده بود که یکی از خروجی ها بسوزه و دلیل اصلی خراب شدن آیسی همین خازن کوپلاژ بود که توی خروجی قرار گرفته بود. خب آیسی که توی این مدار استفاده کرده به عنوان تقویت کننده صوتی، شماره فنیش هست KA2206B که دوتا ازش توی این مدار استفاده کرده، یکیش برای تقویت صدای چپ و راست و یکیش هم برای باس استفاده شده، که دقیقاً هر کدوم از این آی سی ها دوتا ورودی و دوتا خروجی دارن. توی این آی سی از دوتا خروجی ها برای چپ و راست استفاده کرده، اما توی این آی سی از هر دوتا خروجی ها، از یکیش برای پری آمپلیفایر و از اون یکی هم برای تقویت کننده اصلی استفاده کرده که وظیفش تقویت کردن صدای باس است و برای ایجاد صدای باس هم توی مدار فیلترهایی رو به کار برده که دقیقاً صدا رو در واقع بم میکنه و بعد از اینکه تقویت شد توی ساب ووفر با اون کیفیتی که حالا میشنوید داره ازش استفاده میشه. طبق همین شماتیکی که دارید روی تصویر میبینید، این آی سی در واقع یک آی سی 12 پایه هست و دقیقاً دو تا از پایه های وسط بالا و پایینشون گراند هستن. توی بعضی از مدل ها 16 پایه است ولی دقیقاً همین دو تا پایه های وسط که به این شکل به هم لحیم شدن و به هم وصلن جز گراند پاور حساب میشن. و حالا من میخوام در ادامه بهتون بگم که اگر یه موقع این شماره KA2206 رو نتونستید تهیه بکنید، چند تا آی سی دیگه هستش که میتونید جایگزین این آی سی بکنید. و اما خروجی این آی سی، حالا که مدار رو برگردوندم اینجا میشه پایه شماره 1، پایه شماره 2 و پایه شماره 15 دقیقاً اوتپوت 1 و 2 هستن، که اگر دنبال کنید میبینید از این طریق اومده وارد این خازن شده و از سمت دیگه خازن اومده روی این خروجی، و پایه شماره 15 هم از این طریق اومده روی این خازن و از سمت دیگه اومده توی این خروجی. اینجا هم منفی هست که دقیقاً وصل میشه به این قسمت از به اصطلاح محل اتصال فیش ها. ما روی یکی از خروجی ها صدا نداشتیم. دلیلش هم این بود که خرابی این خازن باعث شده بود فشار به این آی سی اومده بود و یکی از اوتپوتاش سوخته بود. ما این آی سی رو عوض کردیم، مشکل مدار برطرف شد، اما از یک شماره دیگه استفاده کردیم. حالا شماره هایی که میتونید به جای KA2206 استفاده بکنید، یکیش TEA2025B هست و یکیش هم LA4627. حالا هر کدومش رو که تونستی تهیه بکنید و فراهم بکنید میتونید جایگزین این آی سی ها بکنید و به خوبی هم جواب میده، هیچ مشکلی هم نداره و محدوده 3 تا 15 ولت هم کار میکنن. ولی روی این مدار ما عمل تغذیه‌مون برامون 10 ولت رو میسازه که به پایه شماره 16 اعمال شده برای هر دو تا آی سی
و به خوبی هم جواب داد. خب نکته بعدی که باید بدونید این هستش که اگر این آیسی ها رو عوض کردید حتما هیتسینگش رو براش بذارید و این هیتسینگ ها خیلی مهمن چون این آیسی ها کمی داغ میکنن. خب یک بار مدار رو براتون تست میکنیم و صدای خروجیش رو ببینیم. خب این الان قسمت باسشه. حالا میتونیم خروجی ها رو هم تست بگیریم. این یه سمتشه، اینم سمت دیگرش که هر دوتاش داره به خوبی کار میکنه. این خشخشی که موقع جابجا کردن ولوم به وجود میاد به خاطر کثیفی ولومه. ما میتونیم با تینر یا با الکل این ولوم ها رو هم تمیز کنیم، شستشو بدیم که این حالت خشخش هم که الان میبینید رو کیفیت صدا تاثیر میذاره از بین بره. خب میبینید که الان ولوم به خوبی داره کار میکنه و دیگه صدای خشخش نمیده. دوستان عزیز امیدوارم که این ویدیو هم مورد توجهتون قرار گرفته باشه و تجربیاتتون بالاتر برده باشه. اگر عضو کانال نیستید لطفاً دکمه سابسکرایب رو بزنید، دکمه زنگوله رو فعال کنید تا در صورت انتشار ویدیو جدید براتون نوتیفیکیشن بیاد. مرسی که ما رو تماشا میکنید. برای همتون آرزوی سلامتی میکنم و تا یک ویدیو دیگه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار. Thank you.